رسیدیم به بخش حافظانه امروز و دعوت میکنم از رفیق عزیزم دکتر امیر حسین دباغ بزرگوار که خدمتشون باشیم. سلام دکتر جان، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم جناب آقای دکتر مرتضوی عزیز، دوست عزیزم، و عرض سلام خدمت بیننده های عزیز شبکه قرآن برنامه خوشبخت، و خیلی خوش آمدید به بخش حافظان. سلامت باشی. اصل حال چطوره دکتر جان؟ خوبی؟ خیلی خوب. ما مدت زیادی کنار هم هستیم. حس و حال خودتون از بودن در خوشبخت، بازخوردهای بینندگانی که باهاتون در ارتباط بودن، زر برمون میگین بعد وارد فرزه میشه. خودم احساسم این هست که به لطف خداوند متعال و الحمدلله به لطف برنامه، عوامل برنامه، اجرای زیبای جناب عالی، این بخش به یک نسبتاً به یک پختگی در واقع رسیده و مطالب اونجوری که باید و شاید، چون واقعاً تمام دغدغه من در این بخش این هست که آیاتی رو انتخاب کنم و همچنین از دل اون آیات مطالبی رو انتخاب کنم که کاملاً برای مردم عزیزمون کاربردی و ملموس باشه. کاملاً هم ما پذیرای این دغدغه هستیم و این احساس رو شما دریافت میکنیم و قدردان حضور شما هستیم. بریم سراغ فراز امروز با افتخار که ببینیم و بشنویم و یاد بگیریم. بسم الله. بریم تصویر اول رو ببینیم، روش حفظ عبارات میفهمیم در برنامه، میشنویم با تلاوت الگو و بعد تکرار میکنیم به تعدادی که لازم هست تا حفظ بشیم. بریم تصویر بعد رو ببینیم. خب، سبک زندگی قرآنی، آداب معاشرت، موضوع امانتدار خوبی هستیم؟ یکی از مهمترین سوالی که از خودمون بپرسیم. دقیقاً. بریم تصویر بعد رو ببینیم. سوره مبارکه مؤمنون آیه 8، آیه رو من تلاوت میکنم و بعد انشاءالله توضیحات آیه رو. بسیار عالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. میفرماید یکی از صفات مؤمنان، قد افلح المؤمنون، حالا این مؤمنون کیا هستن؟ یکی از صفاتشون اینه، آنها که نسبت به امانتهای دیگران و نسبت به وعدهایی که به دیگران دادن راعون، مراعات میکنن. امانتداری براشون خیلی مهمه. اما من امروز میخوام در برنامه امروز یه ذره در واقع معنای امانت رو یه ذره گسترش بدیم و فقط امانت رو در این که مثلا من انگشتر خودم رو یک هفته به شما به اصطلاح به امانت میسپارم، این نباشه. دقیقاً. نکته اول این که اصلا امانت به چه معناست؟ بیننده های عزیز، امانت از ریشه امن، ایمان هم دقیقاً از همین ریشه است، به معنای آرامش و امنیت. خب یعنی چی؟ یعنی این که وقتی کسی به من امانتی داد، اون فرد امانت دهنده نسبت به این کار در امنیت خاطر و آرامش باشه که خیالش راحت باشه من به کسی سپردم که مطمئنم امانتدار خوبی. حالا هم میشه وجود خودم باشه، هم اسرارم باشه، هم پولم باشه. حالا توضیح، توضیح بدم. دقیقاً، احسن، آفرین. نکته مهمش فقط اینه تا اینجا بدونیم آیا دیگران نسبت به من در امنیت خاطر و آرامش هستند؟ احساس امنیت، احساس امنیت روانی دارن؟ اساسا باز گسترش بدیم، دیگران از بودن با من لذت میبرن؟ دیگران از حرف زدن با من در فضای واقعی، در فضای مجازی، از مسافرت رفتن با من لذت میبرن؟ همسرم به عنوان همسر آیا از بودن با من لذت میبره؟ رازدار همسرم هستم، امانتدار همسرم هستم. همونطور که قرآن کریم میفرماید یکی از ویژگی‌های زنان صالح و البته بالعکس مردان هم همینطور این هست، میفرماید فالصالحات قانتات. خب زنان صالح اولا خاضع هستن، دو حافظات للغیب، حفاظت میکنن در غیاب شوهرشون از چی؟ بما حفظ الله، همون چیزهایی که خدا حفظ کرده و فاش نکرده اینا نگه میدارن. اخلاق شوهرم رو حفظ میکنم، اخلاق همسرم رو حفظ میکنم و به دیگران فاش نمیکنم. دکتر سوالات مهمیه ها، به نظرم جذاب. حتی ما الان مثلا 3722 در اختیار بینندگان هست بر ما ارسال بکنن. بله. این سوالات مهمه، این نقطه نظرات. من امانتدار خوبی هستم نسبت به دیگران، نسبت به همسرم، فرزندم، همکارم. آیا همسرم خیالش راحته که رازهایی که پیش من داره رو به کسی نمیگم؟
اخلاق و روحیات احیانا بد من رو به کسی نمیگه؟ آیا چنین امانتداری هستم؟ دیگران از این که مثلا من میرم مسافرت همیشه تشویش ندارن که او دوباره فلانی میاد، حواست باشه فلان کارو نکنی یا فلانی اومده، جلوش این حرف رو نزنی، جلوش این حرف رو نزنی، فرفت العینی پخش میشه، پخش میشه. این سوال رو بیننده های عزیز، این سوال برای برنامه امروز کافیه. از خودمون بپرسیم آیا دیگران از بودن با من، از حرف زدن با من، از بیان رازهای خودشون به من احساس امنیت و آرامش دارند یا خیر؟ اگر دارند، من یکی از شروط ایمان رو خواهم داشت. اگر ندارند، طبق روایات وقتی که کسی دیگران از اون نسبت به او در امنیت و آرامش نباشن و مدام از او بترسن، طبق روایات یکی از شروط ایمان رو این فرد نخواهد داشت. خیلی عالی. اگر نمره قبولی میدیم به خودمون، سعی کنیم نمره رو ارتقا بدیم. احسن. درست؟ اگرم نمیدیم، امروز یه تصمیم بگیریم یه ذره تو این احساس امنیت بخشیدن هم به خودمون هم به دیگران تلاش بکنیم. بسیار عالی. یکی از نقاط قوت فصل ششم خوشبخت حضور دکتر امیر حسین دباغ مثل فصل گذشته و بخش حافظان است. ممنونم از محضرشون و سپاس از انتخاب شما با قرآن، با خدا، با وجود همه دارایی های واقعی زندگیمون سعی میکنیم که یک زندگی بهتری رو برای خودمون بسازیم.